شهناز خانم، شما از یه خانواده محترمین. ما هم خانواده شما رو خیلی خوب میشناسیم و دخترتونم که ماشاءالله صورت زیبایی داره. واسه همین من آصف رو با خودم آوردم تا بتونن همدیگر رو ببینن و اگه خواستن با هم حرف بزنن، بعدش ببینیم چی صلاحه. حرف بزنه؟ مامان چیه؟ چی شده؟ دخترم اسپریت کجاست؟ پسرم زود بیارش. باشه دخترم، آروم باش. باشه آروم 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 تره آورد برات. بیا. حالت خوبه؟ خاله خیلی ببخشید، برای جلسه اول همینقدر کافیه. ما تازه همو دیدیم، یکم بهتره بیشتر همدیگر رو بشناسیم. میخوام زمان داشته باشیم که آقا آصف هم بشناسیم. آها، میخواین در موردمون تحقیق کنی؟ نسبت به خانوادهمون شک و تردید داریم؟ نه نه نه، منظور دانیال اصلا همچین چیزی نبود. پس منظورش چی بود؟ ببینین شهناز خانم، پسرم آمریکا درس خونده، اونجا تجارت خیلی خوبی هم داره. دخترتون اولین دختریه که واسش انتخاب کردم و میدونم که دخترتون نامزدیش به هم خورده. ببخشید. از دیدنتون خوشحال شدم. من یه تماس مهم دارم، باید برم. ببخشید. تماس مهم داره؟ پاشو آصف، ما هم بریم. ما هم بیکار نیستیم که اینجا بشینیم. ناز و عداشون رو ببین. علاوه بر این که دختریشون آسم داره و نامزدی قبلیشم به هم خورده، باز میخوان در موردمون تحقیق کنم. بریم. واقعا که وقتی منو رسوند خونه، بهم گفت که اون بهم علاقه، اون بهم گفت که منو دوست داره و میخواد با هم ازدواج کنه. اون دختریه که دانیال خیلی وقت میخوادش. اون عشق ویدا بود که نذاشت دانیال احساسات و عشق منو ببینه و حسشون کنه. من باهاش حرف میزنم. الو. به به، حالا دیگه برات غریبه شدی. راستش ویدا همه چی رو بهم گفت. دیگه نمیخواد چیزی رو پنهون کنی و لطفاً دیگه واسه من بهونه نیار. اون یعنی همه چی رو بهت گفت؟ اون دوستمه دانیال. نه ببخشید، معذرت میخوام. بیخیال، حالا بگو تصمیم چیه؟ کی ازدواج میکنی؟ ازدواج؟ مامان من مخالفت کرده. چی؟ اما چرا؟ آیزا، من اجازه بده حضورم بهت بگم. باشه باشه، تو نگران نباش، لازم نیست تو بیای اینجا، من و داداشم میای. شماها اینجا؟ آره دیگه، نمیتونیم بیای؟ باهاتون نسبتی نداری؟ خب عیادتت میای. نه 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 نه، من همینجوری پرسیدم، حتما بیاین، خونه خودتونه، قدمتون روی چشمم. باشه، دارم میرم بیمارستان، اونجا با داداش حرف میزنم، خبرشو میدم. خیلی خب، باشه، خداحافظ. آره دختر،
دخترم برو. با رفتن دانیالم بهتر میشه. اما بازم در مورد ازدواج دانیال و ویدا با همدیگم نمیتونین زن داداشو قانع کنین. مامان خاله شهناز خیلی مهربونه، هیچ وقت رو ما زمین نمیندازه. مطمئنم آیزا اون فقط تو مسئله تو مهربون بود که اونم شما تصمیم گرفتین تمومش کنین. باز شروع کردی؟ دختره دیونه الان دارم بهت میفهمونم آبجی شهناز خیلی زن سنتی و سرسختیه، واسه همین تو مسئله ویدا هیچ وقت کوتاه نمیاد. باشه، شاید حرف منو قبول نکنه، ولی حرف شما رو قبول میکنه. چی؟ چی میخوای بگی؟ مامان شما هم با ما بیاین. نه دخترم، منو وارد این ماجرا نکن، این مسئله مادر و پسره. آها، یعنی الان دیگه دانیال و پسرتون نمیدونی، فقط تو حرف اونو پسر خودتون میدونی. حالا لازم نکرده بهم حرفای احساسی بزنی، بذار فکر کنم. مامان کجاش فکر داره، فقط حاضر بشین بریم. آیزا اینقدر عجول نباش دخترم، بذار یکم فکر کنم، بعدم لازمه که با بابات مشورت کنم. مامان الان لازم نیست همه ی جزئیاتو به بابا بگی، در ضمن اون کی ما رو از رفتن به اونجا منع کرده؟ بازم دخترم باید بهشون بگیم، آخه ویدو و مامانش هم از این وصلت راضی نیستن. فقط نباید که آبجو شهناز رو راضی کرد. خاله شهناز راضی بشه، راضی کردن اون دوتا با خودم. این موضوع خاله بازی نیست آیزا، که تو برنامه ریختی. من اول باید با بابا حرف بزنم و قبل رفتنم باید با آبجو زینب حرف بزنم. اما مامان خاله زینب چرا؟ اول خاله شهناز راضی بشه. آیزا اون مادر دختره، باید در مورد وصلت دخترش باش صحبت کرد، فهمیدی؟ والا با توجه به رشته تحصیلیتون اصلا نمیدونم چی میتونین درس بدین. آقا همه یه درس ها رو میتونم درس بدم، ریاضیم هم خیلی خوبه، شما یه شانس به من بدین، خواهش میکنم، خودم رو بهتون ثابت میکنم. راستشو بخوای من به یه منشی نیاز دارم و حتی میخوام میزشو تو اتاق خودم بذارم، نظرت چیه؟ چی گفتی؟ شما مجردین دیگه. فکر کنم مجرد بود، چرا رفت؟ الو، بله آیزا، تو اومدی خونه ما؟ باشه باشه، من الان خودمو میرسونم، خدافظ. ببخشید خانوم، خیر باشه. تنهایی دارین از کجا میگه؟ تنهایی جایی نرین، میدونین که شرایط خیلی بد شده. ما هم بیکاریم، اگه کاری داشتی میتونیم به ما بگی خانوم. قسم میخورم که ما پسرای خوبی هستیم، میتونیم به همون اعتماد کنیم. یه جوابی بدین دیگه خانوم. به چشم همسایگی که حق یه سلام علیک که داریم مگه نه؟ راستش ما سرمون خلوته، اگه کاری داشتین به امون خبر بدین. بان هر کاری داشتین حتما بگین، هر روز همونجا میشینیم، به امون گوش بدین دیگه. ای بابا محل نداد، گن زدی داداش.